بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردان عزیز، به این جلسه درسی ما بازم خوش آمدین. در این جلسه خواستیم که تطبیقات یا حل مسائل فصل دوم که در مورد خواص معلول های کار بکنین، سوال های متفاوت کار میکنین. سوال اول این رقم چیزی گفته که گفته در محلول 0.1 مولر فرمیک اسید غلظت آیون هایدروژن آن مساوی به 4.21 ضرب 10 به توان منفی 3 مولر است. شما برین فیصدی تفکیک آیونی دریافت کنین. اگه خواسته باشین ایر بیاین تحلیل بکنه، میگه ما فرمیک اسید دارین، وقتی که در آب حل میشه با آیون ها پارچه شدن، میگه که اگر شما همین فرمیک اسید شما غلظت 0.1 مولر باشه و غلظت آیون هایدروژن باشه 4.21 ده به توان منفی 3، شما بگیم که نظر به این مقادیری که گفته چند فیصد همین فرمیک اسید با آیون ها پارچه شدن. شما دقت کنیم، سوال لیست کردم که به شما قبلا بگفتیم درجه تفکیک سوال این رقم چیزی بود، میگفتیم که ان آی بر ان یا مقدار ماده تفکیک شده بر مقدار کل مواد. اگر ما خواسته از ما سوال فیصدیر خواسته، فیصدیر خواسته، شما قبلا بخوندیم که همیشه اگر صورت ما ضرب صد بکنیم چی رو حاصل میشه؟ میشه فیصدی تفکیک آیونی. نظر به این فرمول میتونیم ما قیمتار بگذاریم، سوال حل میشه. میگیم که الفا فیصد از ما سوال خواسته، مساوی میشه به ان آی، قیمت یور ببینین، قیمت یور داده چند؟ 4.21 ضرب 10 به توان منفی 3 مولر بر مقدار کل مواد ما چنده؟ 0.1 مولر، که به مخرج هم داریم چند، ببخشید صورت هم داریم چند، ضرب 100. یک کم ساده سازی میکنیم که این کار ریاضیه. میگیم که 4.21 خود از این 10 به توان منفی 3 واحدات میتونیم به هم دیگر خلاص بکنیم، 100 را میتونیم بنویسیم 10 به توان مثبت 2، 0.1 را میتونیم بنویسیم 10 به توان منفی 1. این ساده سازی اگر بکنیم، میگیم که الفا فیصد مساوی میشه به 4.21 خود از 10 به توان منفی 3 و مثبت 2 میشه 10 به توان منفی چند؟ منفی 1. ما مخرج هم داریم 10 به توان چند؟ منفی 1 داریم، که اینا رو میتونیم به هم دیگر خلاص بکنیم. پس فیصدی تفکیک آیونی همین مرکب چنده؟ 4.21 فیصده. پس به این معنا که این 100 فیصد حل نشده، این مرکب ما یک الکترولیت چیه؟ یک الکترولیت ضعیفیه. خب شاگردای عزیز، سوال دوم شما گفته که کتله مولکولی ماده منحله را دریافت کنید که 5.12 گرام ماده منحله در 100 گرام محلل حل گردیده و به حرارت منفی 0.28 سانتیگراد منجمد شده، در صورتی که ثابت کریوسکوبیک آب هم 1.86 لیتر ضرب سلسیوس بر مول. نظر به این سوال از ما شما دقت بکنید، میگه که کتله مولکولی ماده منحله رو پیدا بکنیم. از ما کتله مولکولی خواسته، در صورتی که کتله ماده منحله به شما داده 5.12 گرم و کتله محلل داده 100 گرم، پس غلظت چی بیان میکنه؟ غلظت مولالیتی بیان میکنه. میگه در صورتی که درجه انجماد محلول شما باشه منفی 0.28 سانتیگراد و ثابت انفکاک هم داده. قبلا ما شما خوندیم تنزیل درجه انجماد، خوندیم که تنزیل درجه انجماد یا تغییرات درجه انجماد مستقیما متناسب به غلظت مولر و مولله، که ما یک رابطه برای معلول های غیر الکترولیت داشتیم. ما دلتا تیف خود از او نوشته کردیم، ثابت انفکاک هم خود از او، غلظت مولالیتی به اساس مول یک فرمولی داشت. می گفتیم که مس ضرب اعذار بر کتله مولکولی ماده منحله ضرب کتله محلل، که ما اگر ایف کم ساده سازی بکنیم، چون سوال کتله مولکولی خواسته، ما میتونیم جا دلتا تی اف و ام کلان میتونیم چیکار بکنیم؟ میتونیم ما تغییر بدین، ما جا از دو تار عوض کردیم، پس نوشته کردیم که امکلان مثل میشه که ضرب در ام ضرب ازار بر دلتا تی اف ضرب چی؟ ام زبر. نظر به امی فرون ما میتونیم چی پیدا بکنیم؟ کتله مولکولی ماده منحله پیدا بکنیم، که من اینجوری سوال لیست کردم، فرمول رو هم دریافت کردیم. نظر به امی فرمول سوال کار میشه. خوب دقت بکنیم، ما در این فرمول همه چیز رو داریم، میگیم که ام مساوی میشه به کا، کا قیمت رو سوال چند داده؟ داده 1.86 داده. کتله ماده منحله سوال داده 5.12 گرم ضرب ازار عدد ثابت. دلتا تیف در این سوال ما و شما درجه انجماد محلول رو دارین، ما باید دلتا تیف پیدا کنین. نظر به این فرمول که ما قبلا خواندین، میگیم که دلتا تیف مساوی میشه به تی محلل چند در شرایط استاندارد آب خالص به چند درجه منجمد میشه؟ به 0 درجه. میگیم 0 منفی تی محلول سوال چند داده؟ منفی 0.28. پس اگر شما این ساده سازی کنیم،
صفر که هیچی، منفی ضرب منفی میشه مثبت صفر اشار بیست و چند، بیست و هشت که دلتا تیف ما چند پیدا کردین؟ صفر اشار بیست و هشت. اینجا که اینا رو مینویسین صفر اشار بیست و هشت ضربه کتله محلل سوال چند داده؟ داده صد، 100 گرم. وقتی که شما اینا رو ضرب صورت ها رو با هم ضرب کنیم، تقسیم مخرج بکنیم، کتله مالیکولی امی ماده منحله ای ما و شما میشه 340. واحد کتله مالیکولی هم چی میشه؟ میشه ایمیو میشه. خب شاگردای عزیز، سوال سوم در مورد نقطه قلیان معلول هایه. گفته که نقطه قلیان شما محلولی دریافت کنیم که 4 مولر کلسیم کلوراید در اون معلول حل شده باشه. نظر به این مشخصات که داده، در صورت که ثابت ایبلیوس کوبیک آب 0.51 لیتر ضرب سلسیوس بر مول باشه و درجه قلیان آب هم 100 درجه باشه در شرایط استاندارد یا استیپی. من سوال لیست کردم از ما و شما درجه قلیان محلول خواسته، در صورتی که غلظت مولاریتی 4 مولر باشه، ثابت ایبلیوس کوبیک آب 0.51 لیتر ضرب سانتیگراد بر مول. شما دقت اگر بکنیم، ما معلول های الکترولیتن، معلول هایی که از خود برق ایجاد کرده میتونم. نظر به این فرمول که ما و شما اروز خونده میگفتیم، تغییرات درجه قلیان مثل میشه آی ضریب وانهوف، ثابت وانهوف میگفتین، ای ثابت ایبلیوس کوبیک و غلظت مولاریتی. پس ما به این فرمول آی ضرورت دارین. آی تعداد ذرات تفکیک شده نشان میده. اگر شما دقت بکنیم، کلسیم کلرات فرض کنیم زمانی که در آب حل میشه به چقدر ذرات پارچه میشه؟ به آیون کلسیم و آیون کلورین. ما اینجا یک کلسیم داریم، پس میشه یک کلسیم، دو تا کلورین داره میشه دو تا کلورین. پس تعداد ذرات تفکیک شده از این، تعداد ذرات تولید شده از این چقدره؟ یک جمع دو میشه چند؟ یک جمع دو میشه سه، میشه به سه. پس قیمت آی ما چند میشه؟ قیمت آی ما میشه سه. از اینجا میتونیم ما ضریب وانهوف دریافت کنیم. نظر به این فرمول میتونه سوال کار بکنین. میگیم که دلتا تی بی مثل میشه به آی ضرب در ثابت ایبلیوس کوبیک ضرب غلظت مولاریتی. دلتا تی بی مثل میشه به آی، قیمت رو چند پیدا کردیم؟ سه، ثابت ایبلیوس کوبیک 0.51، نظر به او وایداتی که داره میشه لیتر ضرب سانتیگراد بر مول، و اینجوری داریم غلظت مولاریتی. غلظت مولاریتی هست 4 مولر، به جای مولر میتونه بنویسیم مول بر لیتر. مول بر لیتر میتونیم لیتر به لیتر خلاص کنیم، مول هم به مول خلاص کنیم، سانتیگراد حاصل بشه. اگر شما دقت بکنیم، میگیم دلتا تی بی مثل این میشه 4 ضرب 3 میشه چند؟ 12 ضرب 0.51. اینجوری چی مونده؟ سانتیگراد مونده. اگر شما این دو تا رو ضرب بکنیم، دلتا تی بی مثل این میشه به 6.12 سانتیگراد. خب از ما تغییرات درجه قلیان پیدا کردین، ما درجه قلیان محلول رو دریافت نکردین. این یک رابطه دیشی میگفتیم که دلتا تی بی مثل این میشه به تی دو منفی تی یک میگفتین، یعنی تی محلول منفی تی محلل، که محلل خالص به چند درجه به جوش میآواد؟ گفته در 100 درجه. ما دلتا تی بی قیمتی رو پیدا کردیم، 6.12 سانتیگراد مثل این میشه به تی محلول رو سوال بخواسته منفی تی محلل چند داره؟ میشه 100. شما اگر اینا رو معلوم مجهول کنیم، ما درجه قلیان معلول چند پیدا کردن میتونیم بگیم که 106.12 سانتیگراد. به این مفهوم که اگر آب خالص به 100 درجه به قلیان بیایه، ما در صورتی که 4 مولر کلسیم کلراید داشته باشیم، ما درجه قلیان محلول رو پیدا کردیم. چند درجه شده؟ شده 106.12 سانتیگراد، یعنی به این درجه حرارت به قلیان میایه. خب شاگردای عزیز، سوال چهارم در مورد فشار بخار معلول های. سوال گفته که هرگاه سم مولی ماده منحله 0.21 باشه، شما بریم فشار بخار محلول دریافت کنیم، در صورتی که فشار بخار محلل خالص 101.3 کیلوپاسکال باشه. از ما و شما سوال فشار بخار محلول خواسته. ما قبل از اینکه ما به خاطر دریافت فشار بخار معلول دلتا پی به کار داریم. دلتا پی اگر یاد شما باشه، تغییرات فشار بخار از این رابطه میتونستیم دریافت بکنیم که دلتا پی مثل میشه پی صفر فشار بخار معلل خالص و این دو سم مولی ماده منحله بود که سوال داده سم مولی ماده منحله 0.21. اول ما باید دلتا پی پیدا کنیم، مثل میشه پی صفر ضرب در این دلتا پی مثل این میشه به پی صفر، قیمت یور سوال چند داده؟ 101.3 کیلو پاسکال، و قیمت این دو که سم مولی ماده منحله قیمت یور سوال داده 0.21.
0.21. شما اگر اینا رو ضرب بکنیم قیمت از این میشه 21.273 کیلوپاسکال میشه. اما سوال از ما تغییرات نخواسته، گفته شما برین فشار بخار محلول دریافت بکنین. پس از این رابطه میتونیم پیدا کنیم که دلتا پی مثل این میشه به پی صفر منفی پی محلول. یه از معلل خالصه. دلتا پی ما چند پیدا کردیم؟ 21.273 کیلوپاسکال مسئله میشه به کیلوپاسکال مسئله میشه. از ما ایرداریم قیمتی رو سوال داده 101.3 کیلوپاسکال و منفی پی محلول رو آله میتونه پیدا کنیم. شما اگر این محلول مجهول بکنیم، اگر این محلول مجهول بکنیم قیمت تعظیم میشه 80.027 کیلوپاسکال حاصل میشه. یعنی با ازدیاد ماده منحله در یک محلول فشار بخار چند شده؟ از 101.3 کمتر شده یا کاهش یافته. خب شاگردای عزیز، سوال آخر و سوال پنجم در مورد حل مسائل فصل دوم در مورد فشار آسمودیک معلول هایه که گفته دو مول نمک تام در حرارت 300 کالوین در 4 لیتر معلول چی مقدار فشار وارد میکنه، در صورتی که ثابت گازوت قیمتی رو به شما داده که از این قیمت استفاده کنیم 8.31 جول بر مول ضرب در کالوین. من سوال لیست کردم، مولر داده دو مول، حرارت داده 300 کالوین، حجم معلول 4 لیتر داده، نظر به قیمت آره که گفتم اینجا قیمت رو داده. ما اینجی آی ضرورت دارین به خاطر فشار آسمودیکی که فرمولی به کار داره، آی به خاطر که معلول ما الکترولیته، برای معلول های الکترولیت ما فشار آسمودیک از این سوال از این فرمول استفاده کرده میتونیم. و نمک تام اگه خواسته باشه ما راه حل ازیر بفهمیم که از کجا پیدا کردین. شما میفهمیم که نمک تام وقتی که تجزیه بشه به دو تا ذره تجزیه میشه، آیون مثبت کلورین و آیون منفی آیون مثبت سدیم و آیون منفی کلورین که تعداد ذرات از میشه چند میشه دو. پس قیمت آی در ای سوال چند قیمت از این میشه دو. فشار آسمودیک معلول های الکترولیت این رقم فرمولی داره، اما شما اگر دقت بکنین در این فرمول ما غلظت نداریم، غلظت مولاریتی ندارین. به جای غلظت مولاریتی اگه یاد شما باشه قبلا بخونده بودیم که میشد مول بر حجم محلول بود. پس این هم نوشته کرده میتونیم آی ضرب در به جای سی بنویسیم ان بر وی، ضرب در ان بر وی، ضرب در آر، ضرب تی. نظر به این فرمول ما میتونه سوال رو کار بکنیم، فقط عدد گذری میخواد. مگه فرمول دوباره اینجی بنویسم میگم که پی مسی میشه آی ضرب در این بر وی ضرب در آر ضرب در تی. از ما فشار آسمودیک خواسته، پس میگیم که فشار آسمودیک مثل این میشه به قیمت آی ما پیدا کردیم چند، قیمتی رو دو پیدا کردیم. این قیمتی رو چند دارین؟ داریم دو بازم. حجم معلول چند دارین؟ دو دو چار. ضرب در قیمت آر داریم 8.31 نظر به وایداتی که نوشته. و قیمت تی قبلا رو گفته بودیم حتما تی باید بر حسب کالوین باشه که قیمت تعذیر داده، اینجا سوال 300 کالوین داده. شما اگر دقت بکنیم اینا رو ضرب و تقسیم بکنین دو دو تا میشه 4 تا، اینا به اینا خلاص میشه 8.31. شما زمانی که ضرب 300 بکنیم قیمت تعذیر میشه 2493 واحدی که حاصل میشه کیلوپاسکال. دوستای عزیز، من امیدوارم که از حل مسائل فصل دوم چیزی فهمیده باشیم. اگر سوال چیزی داره مطمئنن بنویسین، راه حل ازور به شما کار کرده روان میکنین. سپاسگزارم.